کلمه گل در خط نستعلیق به صورت گرد می نویسن، به این حالت می نویسن. اما شما که دارید خط نسخ کار می کنید، حواستون باشه تو قسمت اتصال حرف گاف به لام اینجا دیگه گرد نشه. ببینید چقدر تفاوت داره. اول یه دونه کا می نویسیم، شکل اینو با این مقایسه کنید، خیلی تفاوت داره. میایم پایین تر و این رو بهش متصل میکنیم. کلمه کل، یا مثلا اگه گل هم بود اینجا میذاریم، یا اینطور حرکتی میذاریم. پس یه بار دیگه حرف کار رو دقت کنید. من یه ذره بزرگتر مینویسم که شما خوبتر بفهمید. ببینید این کا هست. حالا اگر همین میخواست بشه کلا، از کجا جدا شد؟ دقت کنید. حتی تشدیدها هم در نستعلیق و نسخ فرق داره. ببینید این نسخیه، این نستعلیقیه. خیلی تفاوت ریزه. بایستی برای هر کدام از این خطها جداگانه زحمت بکشید، کار کنید که بتونید به صورت تفکیکی یاد بگیرید. کلمه گل رو به یه شکل دیگه هم میتونید بنویسید که با کاف کوفی میشه. ببینید وقتی که عجله دارید کمتر از کاف کوفی استفاده کنید، چون اینا اگه با طمأنینه ننویسید خوب نمیشه. این دقت میخواد، خیلی دقت بیشتر از این میخواد. اینو سرعتی تر از این میتونید بنویسید. به هر حال اینجوری هم میتونید بنویسید. و حالا که خط نسخ رو گفتیم، نستعلیق رو گفتیم، فقط به جهت تفاوت من کلمه گل به خط شکسته هم می نویسم. اینم گل به خط شکسته، که البته نمونه دیگه هم داره، اینجور هم می نویسم. سه نمونه کلمه گل رو در این ویدیو با محوریت و مرکزیت خط نسخ در این ویدیو برای شما عزیزان توضیح دادیم.